اینستاگرامم یه دفعه پرید بچه ها، بعد از سلام، با اینکه حدود 8 صفحه رو خونده بودم ولی مجدداً ادامه میدم و بقیهش رو میخونم، یعنی از اول میخونم، بقیهش رو نمیخونم، از اول میخونم. این کتاب اسمش هست شیلان، داستان دختری که عاشق دوست پسر زیبا ناوک میشود. پرید، اینستاگرام پرید. سپتامبر سال 2004 بود. اووه، دوست پسر آلمانیم، در مراقبت از مادرش دچار مشکلات روحی و مادی شده بود. مادر اووه 95 سال بود و از او چیزی جز یک زندگی نباتی به جای نمانده بود. اووه 70 ساله نیز مشکلات شخصی و خانوادگی خود را داشت، به ویژه آنکه الکس، تنها فرزند 29 سالش، مبتلا به سرطان خون پیشرفته شده بود. با دیدن این مجموعه شرایط اووه، به او پیشنهاد می‌کنم که برای مدتی من به رنسبورگ پیش او بروم و مراقبت از مادرش را به عهده می‌گیرم. این پیشنهاد برای اووه باور نکردنی بود و از خوشحالی سر از پا نمی‌شناخت. از ماه‌ها قبل اووه در خانه زیبای خود کنار کانال معروف نورد اوستسه یک اتاق ویلایی قشنگ برای من اختصاص داده بود. هر بار که پیش او می رفتم و در آنجا می ماندم، رفتن من به شهر رنسبورگ نه تنها کمک روحی و مالی و سبک کردن مشکلات او می شد، بلکه او می توانست مرا هر روز در کنار خود داشته باشد و شاید با خود می اندیشید که این مسافرت موقتی به یک کوچه دائمی تبدیل گردد. همزمان با این، در هامبورگ درایت، دوست پسر کرد عراقیم، مشکلی پیدا کرده بود. دولت به او اتاق کوچکی در هایم با خانه مخصوص خارجیان داده بود که او اصلا از آن راضی نبود. تلاش او برای گرفتن خانه مستقل به جایی نرسیده بود. به تنهایی هم نمی توانست از عهده مخارج زندگی در آلمان برآید. مجموعه این شرایط درایت، این جوان 27 ساله غریب و ناآشنا، او را دچار فشارات روحی کرده بود. تصمیم مسافرت چند ماهه من به رنسبورگ می توانست راهگشایی برای مشکل درایت هم باشد. در واقع با یک تیر چند نشان زده می شد، ضمن این که زندگی چند ماهه با امکانات رفاهی خوب در آن شهر کوچک زیبا برای من خالی از لذت و تفریح هم نمی توانست باشد. به درایت میگویم وسایل ضروری زندگیش را به خانه من بیاورد و در مدتی که من نیستم در خانه من زندگی کند. او اجازه داشت در کمال آرامش از تمام امکانات رفاهی خانه استفاده کند، در عین حال که میبایست عهده‌دار مراقبت از خانه و گل و گلدونهایم و دیگر امور من نیز میشد. کنترل نامه هایم و اطلاع از مسائل ضروری را هم به ینس واگذار کردم. خوشبختانه درایت و ینس همدیگر را دوست داشتند و مانند اووه به دیگر شریکان زندگیم حسادت نمی کردند. بدین ترتیب مشکل درایت هم از نظر جا و مکان حداقل برای چند ماهی حل می شد، بدون آنکه مخارجی را متحمل شود، و این فرصتی بود برای او که خودش را بدون استرس و فشار روحی بازیابد. قرارم بر این شده بود که هر دو هفته یک بار برای 2-3 روزی به هامبورگ برگردم و به خانه و زندگیم سر بزنم. اووه میخواست مخارج این مسافرتها را متقبل شود، ولی من نپذیرفتم. او عملا مخارج تمام محتاج زندگیم را به عهده گرفته بود و این را دیگر زیادی میدیدم. اووه برای بردن من به هامبورگ می آید و من با وسایل شخصی و لازم زندگی به همراه او راهی رنسبورگ می شدم. مراقبت از مادر برای من که سالها با بیماران سر و کار داشتم کار سختی نبود. صبح بعد از بیدار شدن مادر او را به دستشویی می بردم، پوشک او را عوض می کردم، سر و صورت و بدنش را تمیز می کردم، دهان و دندانهایش را می شستم، موهایش را شانه می کردم، بعد برای او صبحانه می بردم و در طول روز احتیاجاتش را برآورده می کردم و شبها هم او را
آماده خواب. 4-5 روز یک بار هم که برنامه حمام داشت. چند روز بعد اوبه با خوشحالی و رضایت کامل با برادرش صحبت کرد و ورود مرا اعلام نمود. به خصوص اینکه روحیه مادر بهتر شده بود. او حتی اسم مرا یاد گرفته بود و گاه ضمن شوخی ابراز عشق و علاقه نیز به من می کرد. یک روز اوبه به من می گوید: زیبا، باید برایت بگویم که این کار تو بدون مزد هم نیست. من گفتم من این کار را برای تو و مادر تو با کمال میل می کنم و هیچ انتظاری ندارم. من خودم را عضو خانواده شما می دانم. دستمزد برای کسی است که خارج از این روابط باشد. مضاف بر این که من شریک زندگی تو هستم و دلم نمی خواهد که بین ما رابطه مالی و مادی حاکم باشد. ولی زیبا، این پول حق توست. من که این را نمی پردازم. دولت آن را به کسی که این وظیفه را به عهده می گیرد می پردازد. اگر کسی از شرکتی این وظیفه را داشته باشد، هزینه آن زیاد است، ولی برای وابستگان خانواده و فامیل کمتر است. 410 یورو در ماه حق توست که بیمه درمانی آن را به حساب مادر واریز می کند. خب اگر اینطور باشد، باشه. من قبول می کنم که در استفاده از این مبلغ من تصمیم بگیرم. در آن زمان هزینه زندگی و مسکن من را اداره تامین اجتماعی آلمان تامین می کرد. البته الان هم که این داستان را می نویسم همینطور با کمی تفاوت ها. به هر حال در صورت یافتن کار و شغل و درآمد جدید، ما باید آن اداره را به طور کامل در جریان می گذاشتیم. در غیر این صورت کار ما غیرقانونی و سیاه محسوب می شد که من به شدت مخالف آن بودم. با توجه به اینکه چندمین ماه مسافرت به رندسبورگ ارزش آن را نداشت که کل سیستم زندگی من در این شرایط تغییر یابد و من درگیر بروکوسی های اداری شوم، لذا به این نتیجه رسیدم که این درآمد ماهانه را در یک حساب پسنداز برای فعالیت‌های خیریه با تصمیم‌گیری خودم اختصاص بدهم. اوه این پیشنهاد مرا می‌پذیرد و به نام خود حساب پسندازی باز می‌کند که هر آنچه حاصل کار من بوده بدون کوچکترین برداشتی در آن گذاشته شود. اون نیز خود 200 یورو از پول مددکاری افتخاری خود را برای مادرش در این حساب می‌گذارد. مجموع این مبلغ حدود 1600-1700 یورو شده بود. بعدها چه بر سر این پول می آید و نقش میترا دوست پول پرست ما در این رابطه چه بود فعلا بماند. تجربه زندگی جدید در رندسبورگ هرچند جالب و پردستاورد برای من بود، اما مشکلات خاص خود را نیز داشت. در این شهر 30,000 نفری تعداد خارجیان ایرانی و افغانی بسیار کم و بیشتر ترک ها بودند. او به فردی بسیار منزوی و تنها بود، به طوری که در آن خانه و محلهی که 70 سال در آن زندگی می کرد از همسایگانش نیز بی خبر بود. روابط خانوادگی و فامیلیش هم تقریبا در حد صفر بود. تنها تفریح و روابط او در انجمن قایقرانیش بود. ریتم زندگی کلیشه‌ای و خسته کننده او مرا آزار می داد. برای من فعال پر انرژی، دوستت دارم های اوه و ابراز عشق شبانه روزیش چاره ساز نمی توانست باشد و من باید راه حلی می جستم. چند روزی به خانه تکانی خانه مشغول شدم تا با یک پاکسازی رادیکال که نیاز من بود همه را حل کنم. 14 کیسه بزرگ پر از لباس‌های دست دوم و قابل استفاده برای اهدا به صلیب سرخ را جمع کردیم. چندین کابینت آشپزخانه پر از مواد غذایی را خالی کردم. مواد غذایی تاریخ گذشته همه به ظروف آشغال مخصوص بیو ریخته شدند. گوشت و مرغ و دیگر مواد غذایی یخ‌زده در فریزر که از چندین سال پیش در آن بودند، همه را به یکی از دوستانم که 2 سگ بزرگ داشت دادیم. مواد غذایی قابل استفاده که هنوز چند ماهی از تاریخ مصرفشان باقی موندن
به همراه وسایل و لوازم دیگر با ماشین یدک‌کش پر در دو مسافرت به هامبورگ به خانه من آورده شد. همه را به این آن هدیه کردم. پر واضح است که خودم هم از تمام این هدایا و وسایل بی نصیب نمی ماندم. ده ها رومیزی، پرده، لوازم منزل بسیار عالی، لباس های نو، لباس زیرهای استفاده نشده و ده ها و ده ها چیز دیگر. از او پرسیدم آخر این همه وسایل برای چی؟ این همه خرید برای چی؟ چرا اینقدر مصرف گرایی می کنی؟ تو 200 تا زیر پیرن و 180 تا شورت داری. تا 20 سال دیگر هم اگر چیزی نخری باز داری. برای چه این همه وسایل؟ این مرض داشتن و داشتن و داشتن و جمع کردن و جمع کردن و عدم مصرف آنها به راستی از کجا می آید؟ خب بده دیگران استفاده کنند حداقل. دیوانه شده بودم. برایم قابل فهم نبود. اوه حیران و متعجب در مقابل این رفتارهای رادیکالی من سر تکان میداد و میگفت خب هر کاری دلت میخواد بکن. البته خودش هم بیمیل به این پاکسازی نبود. شاید 10 بار بیشتر به ریسلی کلینز شاپ محل بازسازی زباله ها رفتیم. از خانه بزرگ با 5 اتاق، 1 زیرزمین، 2 انباری و 1 زیرشیروانی مواد زائد و غیر قابل استفاده را در ظرف در طرفی می ریختیم و وسایل با ارزش و قابل استفاده را در طرف دیگر. گاهن هم چیزهایی پیدا می شدن که تاریخ آنها به 30-40 سال پیش برمی گشت. برای خود اوه هم باور کردنی نبودن. از جمله آنها دندانهای کشیده او با روکش طلا بودند. با دیدن آنها اوه با خجالت گفت بندازشون بیرون. برای او فروش آنها هم مایه شرمساری بود. از این رو من به تنهایی این کار را انجام دادم. همه وسایل را مرتب کردیم. لیست افرادی که به آنها باید اینها را هدیه می دادیم آماده شد. اوه در برابر منطق من قانع شده بود. از طرفی خوشحالی افراد او را نیز خوشحال می‌کرد. به وجود آمدن روابط و دوستی‌های جدید انرژی مثبت خود را به اوه نیز انتقال داده بود. خانه رنگ و بوی دیگری گرفته بود. تمیز و خالی از لوازم اضافی شده بود. کلی گل و گلدون از خانه هم برای اوه هدیه بردم. یک صندلی چرمی قشنگ که ینس قصد فروش آن را داشت برای اوه گرفتم تا به او هدیه دهم، ولی او راضی نشد که پول آن را از من بگیرد یا من بدهم. یک فرش این بار ولی با پول خودم 200 یورو از میترا خریدم و در اتاق پذیرایی خانه او انداختم. در این خانه تکانی ها روزی من در کشوی یک انگشتر طلای نگیندار قدیمی پیدا می کنم. چرک و خاک روی آن بود. بعد از تمیز کردن از اوه درباره آن پرسیدم. 40-50 سال پیش مادر از اسپانیا این انگشتر را خریده بود. می خواهی با آن چه کنی؟ هیچی، بگذار بماند. مال مادر است. تا مادر زنده است ما به وسایل او دست نمی زنیم. آخر مادر که اصلا تشخیص نمی دهد این چیست و چه ارزشی دارد. بگذار حداقل از این یک استفاده مفیدی بشود. اوه گفت نه نه حالا نه، بعد از مرگش شاید. خب معلوم نیست که او می میرد. حالا 20-30 سال این انگشتر توی گوشه‌ای بدون استفاده مانده. حالا باز هم بماند. برای چی؟ چون سنته. من یک پیشنهادی دارم. تو اول گوش کن، اگر خوب نبود قبول نکن. خب بگو. ببین مادر که فقط یک زندگی نباتی دارد. حتی تشخیص رنگ لباس، نوع لباس هم برای او سخت است. چه برسد به جواهرات که اصلا برای او معنایی ندارد. پس اگر ما این انگشتر را به کسی بدهیم و به یک استفاده بهینه آن را برسانیم، ضرری به مادر نخواهد رسید. شاید هم خوشحالی انسان دیگری غیر مستقیم در خوشی و راحتی مادر تو بی تأثیر نباشد. پس پایبندی به این رسم و رسوم که تا شخص نمرده باشد به وسایلش دست نزنیم غیر منطقی و بی‌معناست. نه من احساس خوبی ندارم زیبا، و
ولی نظر تو میشنوم، بگو چیه؟ به نظر من این انگشتر قدیمی و با ارزش برازنده یک خانم 70-80 ساله است. من پیشنهاد میکنم که این انگشتر را به عنوان قدردانی از زحمات و ایده ها و کارهای خیر سیمین به او هدیه کنیم. سیمین خانم 74 ساله بود، بسیار روشنفکر، صادق، خیر و استاد در خیاطی و پیرو دین بهایی. او در کارهای خیر و کمک به انسانها به ویژه کودکان بسیار فعال بود. من هم از لطف و محبت او بی بهره نبودم. او همچنین از مدافعان سریع و سرسخت من در مجامع مختلف از جمله در مجامع بهایی ها بود. این برای من در شرایطی که جو بسیار منفی بود و علیه من بود این جو منفی و برای من اهمیت داشت و او در دفاع از حق بدون ملاحظه برای من و مصلحت اندیشی برای من بود، من از ارتباط نزدیک و صمیمانه با سیمین خوشحال بودم. او و هم در چند برخورد شیفته او شده بود و هر دو هم بسیار محبت داشتند. او به با شنیدن نام سیمین و این ایده به فکر فرو می رود و بعد از درنگی نظر مثبت خود را به من اعلام می کند. من هم مثل بچه ها از خوشحالی توی بغلش پریدم و یه بوس آبدار از لبهای او انجام کردم. در مسافرت بعدی ما به هامبورگ، من و اوبه این انگشتر را به همراه چند هدیه دیگر تقدیم سیمین می کنیم. من از طرف خودم به او لقب زن سال در هامبورگ را هدیه می کنم. او ابتدا انگشتر را نمی پذیرفت، به همان دلایل مشابه که مادر اوبه هنوز زنده است. اما بعد با صحبت‌های اوبه و دلایل من راضی به قبول آن می‌شود و از بابت آن هدیه تشکر فراوان می‌کند. سیمین تصمیم می‌گیرد یک بار به اتفاق برای دیدار مادر اوبه برویم که ما هم چنین کردیم. بعد از خانه نوبت قایق بود. قایق اوبه 14 متر طولش بود، دارای یک اتاق خواب کوچک، یک اتاق نشیمن نقلی با آشپزخانه و توالت و اتاق فرمان. خانه تکانی قایق رو هم شروع کردیم. کلی آتشقال و آهنالات و تخته و وسایل اضافی از 10 سال پیش در قایق مانده را بیرون آوردیم و به ریسی کلینینگ بردیم. اوبه با خنده میگفت حالا دیگه این قایق پرواز خواهد کرد. باغ و باغچه را هم همینطور مرتب کردیم. از چند نفر از بچه‌هایی که خارجی هم بودن آدرسش را پیدا کردم و خواستم که در کار باغ ما را یاری دهند. با مهر و محبتی که اوبه به خارجیان داشت، آنها هم دوست و رفیق ما شدند. من با تجربه باغبانی خود از دوران گذر از بیماری روانیم، تزیین و نوع گلها و کشت و هرس باغ و حیات را به عهده گرفته بودم، ضمن اینکه در عملگی و خرمالی از هیچ یک از آنها کم نمی آوردم. همه این کارها به ما لذت می داد، ولی هنوز مرا ارضا نمی کرد و من به دنبال گسترش روابط اجتماعی و فعالیت‌های فرهنگی و بینشی خود بودم. خب. مدتی با این کارها در خانه و قایق مشغول بودیم، ضمن اینکه هر روز با دوچرخه ساعاتی را برای شناخت و آشنایی این شهر جدید اختصاص داده بودم. وای که چه زیبا بود این شهر. سیر نمی شدم از تماشای آن. کانال بزرگ و معروف نورد اوستس با کشتی های بسیار بزرگ، متوسط و کوچک از کشورهای مختلف که از آن می گذشتند، دو تا فهره وسیله کشتی مانند مخصوص عبور اتومبیل ها و دوچرخه ها و آبرین پیاده. در چند کیلومتری آن باز یک وسیله نقلیه مشابه اما آویزان و شناور به صورت تاب از پل آهنی
از پل آهنی مخصوص قطار در ارتفاع 40 متری که با مسیر دور از با مسیر دوار خود جلوه زیبایی را به آب آن منطقه میداد. های های تا کجا ما پیدا کنی امروز؟ امروز خیلی عکسای جالبی الان هستش که میشه اینا رو نشون داد در رابطه با هر کدومش. چقدر میخوای بخونی؟ الان دارم صفحه 9 رو تموم میکنم. خب اگه اجازه بدین تا صفحه 10 برم بعد آره. بریم سر توضیحات شما. در مجموع شهری زیبا بود، سرسبز با مناطق بسیار جالب و دیدنی در داخل و بیرون شهر، شهری آرام با ساکنینی مهربان و گرم. در 6 کیلومتری آن انجمن قایقرانی با قایقهای قدیمی جدید و دریاچه زیبایی بود. از این شهر دیدنی واقعا سیر نمی شدم. غالبا اوه راهنمای پرمعلومات من در این گشت و گذارها بود. به اوه هم یک دوچرخه عالی هدیه داده بودم. با فرصت طلبی و استفاده از محبت ینس به خودم و ساعتی روزه خواندن برایش، او را راضی به فروش آن دوچرخه نو به قیمت مناسب کرده بودم تا آن را به اوه هدیه دهم. اما اوه هم به شرطی قبول کرده بود که آن مبلغ را بپردازد و چه بهتر از این بود که برای هر سه ما مضاف بر این که محبت و دوستی فیما بین ما بیشتر می شد، ینس و اوه علی‌رغم اینکه رقیب عشقی هم بودند ولی به هم دیگر بسیار احترام می گذاشتند. خب من تا اینجا اگه اجازه بدین. خیلی خوب، حالا که اینجوری شد جمله رو خیلی قشنگ تموم کردی. واقعا ینس و اوه هم دیگر رو خیلی دوست داشتن، آخرم احترام هم دیگر رو داشتن. هرچند که حالا این ادامه این داستان رو بدی بگی، چون تو اون موقعی که من توی رنزبورگ بودم 4 ماه بودم دیگه، بله. یه اتفاقی بین اینا میفته، بین این دو نفر، آره. ولی خب حالا توی این کتاب ننوشتم، توی این داستان پوست خرس کانادایی که در واقع ببینم اگه پوست خرس کانادایی رو داشته باشم. آره پوست خرس کانادایی کتابو خوندیم، رفت تا 10 صفحه، بعد اینستاگرام هم پرید، من دوباره از اول خوندم. خب این اتفاق میفته بعضی وقتا دیگه. آره خب، ولی خب اونقدر که تو چیز هستی با سرعت و اینا خوندی خیلی هم قشنگ. خب ما اول از کجا شروع کنیم؟ از خود عکس شیلا. هنوز به داستان شیلا نرسیدیم. باشه، خود این داستان در مورد این شیلانه. خب درسته، ولی هنوز بهش نرسیدیم. ولی اسم این داستان، در واقع اسم این کتاب یا این سه داستان، اولین داستان که هست در واقع در مورد شیلان. خب شیلان که حالا میرسی، چون من هنوز تو اونجا که هستم. اینم که اوه که چه عکس قشنگه، خیلی این عکس رو دوست دارم. این یه فیلمی هست، اگه دوست داشته باشی میتونی تو پیج خودت بذاری، که من چند سال بعد به دستم رسید و اینو زیا یادم نبود که زیا موقعی که من زیارم برده بودم توی او کشتی، چون با کشتی اوه من خیلی ها رو من گفتم حالا که این کشتی رو من دارم، یعنی در اختیار سب کن بذاریم ما هم بریم اول توی چیز ماریا نت خود اینجا، این کشتی یک قسمت از کشتی اوه است که من یه پسری که بود همیشه ازش صحبت کرده بودم، یه پسر افغانی بود که مادرش اینا میخواستن که اینو بفرستن به پرورشگاه. من گفتم خب بذارید بیاد یه مدت پیش من. همون پسری بود که خیلی دوست داشت منو. بعدش حالا ببینیم داستان، عکسای مختلفی که من، این مادر اوه است که بعد این با شیلان حالا قسمت بعدی آشناش میکنم. شما از ایشون نگهداری میکردین؟ آره، من که آخه یه بار دیدم، من همینطور توی مسافرتی که دیده رفته بودم اونجا دیدم که اوه خیلی خب من یه مقدار همیشه کنجکاوم به این که ببینم چه چیزی میشه چه کارایی میشه اینا. یه دفعه دیدم اوه مقدار نوبت از نظر این که یه پولی که باید بدن، چون اوه که خب سوسیالی و از دولت اینا که چیز نمیگه، خودش تو کارمند
گمرک بود و بعد چیز شده بود، بازنشسته شده بود. بعدش میگفت من برای اینکه این پرستارا بیان ما بایستی نزدیک 900 اورو پول بدیم. بله بله. بعدش من گفتم که خوب برای چه کاری؟ منم اونجا که بودم، پیش اوبه که بودم، میدیدم که این پرستاره میاد درست یک رو، فقط یک رو، مثلا مادره رو میگیره، مثلا دهنش رو میشوره، مثلا دندوناش رو در میاره، میندازه اونجا، پوشکش عوض میکنه، یکم تمیزش میکنه، موهاش رو شونه میکنه، فعلا یک روب هم طول نمیکشه، تق 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 تمام میشد و بعدش صبونش رو میذاشت جلوش و بعد میرفت. بعد من گفتم خب او به این که کاری نداره، این چیزی نیستش که، بعدش هم فقط برای صبح این کار رو میکنه. گفت آره شب هم من خودم این کار میکنم. گفتم که خب هفته یه بارم که همون بوده دیگه، هفته یه بارم همون بود. من بهش گفتم که خب این کار مهمی نیستش که، منم که خودم پزشک بودم، اصلا از چیز از بیمارا بدم نمیاد که. بعد چیز شد، این گفتش که، گفتم اگه میخوای من این کار انجام میدم. من خواستم رایگان، اصلا فکر نمی کردم که بعدم به من پول بخواد بده. آره. من گفتم برای اینکه دوست پسرمه دیگه، منم بالاخره یه کاری براش انجام بدم. هیچی، من اینو قبول میکنم. و بعد میگه یعنی واقعا این اینجوری فکر میکنه که خب من بیشتر وابسته بهش میشم و میمونم و اینا. بعد از یه مقطعی که به هر حال گفت باشه من خود حاضرم، گفتم من میام یه مدت پیش تو میمونم، پول پرستار رو چیز کن نده، این که نوع رویی که میخواییم بدین دیگه ولش کنین، بگو خودم با تمیز چیزشو به عهده میگیریم. خب اون موقع خیلی خوشحال شد که من با این ایده ای که دادم، یعنی خب من دارم میرم پیشش دیگه. بعد گفت میای پیش من زندگی کنی؟ گفتم نه، من یه مدت میام پیش تو زندگی میکنم. از اون موقع من اون موقع یه دوست پسر یه دیگه ای هم داشتم که اسمش دراید بود، دراید کرد عراقی بود، کرد عراقی، آره کرد. اینم توی چیز بود، این الان براتون اسم چیز دراید رو نشون میدم براتون. این دراید میبینید، این درایده، این که مال سال 2004. این اوه است. هم با این دوست بودم هم با این دوست بودم. خب بعد من به دراید چون از پناهنده شده بود، بعد کمپ بود، مثل همین حالت چیزی که الان هستم، فرزانه و اینا. بعد خیلی ناراحت بود از جایی که بود و اینا. من گفتم که خب دراید بیا خونم و من بدم به دست تو، تو هم یه دوست پسر منی دیگه، بیا این کلیدو به تو بدم. دراید و ینس هم دیگر، دراید دوست داشت، بهش گفتم که خب کلیدو به تو بدم، بیا این اتاق مال تو، اینقدر ناراحت نباش. چون یه پسر خیلی اکتیوی بود، خیلی پسر مثلا کار بکن و کردستان پول میفرستاد خانواده شیز، خیلی بچه تر و تمیز، خیلی پسر خوبی بود، خوشم میمد ازش. بعدش هیچی، من اینو گفتم خب بیا اینو من بهت بدم، خونه رو بگیر، انقدر این خونه در اختیارت باشه. ینسم گفتم ینس خونه منم که نزدیک خونه تو، نامه های منو ببین، من میرم پیش اووه. میرم پیش اووه. و من رفتم پیش اووه، هر دو هفته یه بار بیمدم خونه، کار اداری اگه بود، مسئله بود، مسئله اگه ضروری هم پیش میمد که خودم سری میمدم. راه ولی زیاد شما انتظار پول یا دریافت چیزی نداشتین، شما به خاطر دوستیتون رفتیم من نمیدونستم مسئله پول دولتی مطرح شد. ببین من بعد از اینکه یه مدت گذشته بود، تقریبا یه ماه گذشته بود، یه دفعه دیدم که اووه 400 یورو گذاشته روی میز. بعدش روی همینجور روی میز آشپزخونه اینا به کابینت. بعد گفتم که اوه چیه این؟ چیه؟ گفتیش مال توه. گفتم برای چی؟ گفت برای ماهی که تو مثلا به مادر به چی هست کمک کرد. این مامانش هم دیگه انقدر منو دوست داشت. اینجا میبینی؟ میتونه صحبت خوب بکنه، یعنی مریضیش نه. ببین خیلی نامفهوم، خیلی چیز، چون که بعدش هم که خیلی چیزا رو متوجه نمیشد، یه فهم میکرد یا مثلا یه دریه حدی آ یا اونو به یه چیزای خیلی پایین.
بعدش مثلا یه زیبا هم کوچولو میگفت. خب بعدش مثلا یه موقع خوشش میومد، مثلا موقعی که من تمیزش میکردم دست میزد مثلا اینجوری با دستش مثلا خوشحالی میکرد، و چون من دیگه وقت حسابی میذاشتم براش، اینجوری نبود مثل پرستا کار که نبود، من با عشق و علاقه دوستشون داشتم دیگه. دارو هم استفاده میکرد یا چجوری بود؟ مثلا دارو هم بهش میدادی؟ اون مریضی خاصی که خب به هر حال اینجور پیری بود دیگه و بیماری قند و اینجور مسائل دیگه ای که داشت بود بهش. اون یه دونه، ببین این یه پرستار بود، یکی هستش که مثلا میمد انسولین و اینو کاراشون فرق میکنه. بله بله. نه چون خودتون دکتر بودی گفتم نه نه، من اگر میخواستم اینو به عهده بگیرم بایستی میرفتم اینجا، بس همون هم یک دوره خاصی رو داره، تو نمیتونی به اعتبار اینکه من پزشک ممکنه بری یه لحظه مثلا فرض کن ببینن تو خواهم این چیزها رو میدونی، ولی باید اون لیسنس رو بگیری، مدرک رو بگیری تا حتی یه آمپول بزنی، یه آمپول بخوای بزنی. این که بعدش هم من وارد این کارهای این چیزا نمیخواستم بشم، چون من اصلا چنین مسئولیت هایی رو نمیخواستم بپذیرم، ولی این کارو که من داوطلبانه انجام میدادم، وقتی اومد یه دفعه 400 یورو رو گذاشت، گفتم که اوه این چیه؟ گفتش که ما، خیلی جالبه، توی آلمان میگفت اگر پرستار باشه، پرستار مثلا 900 یورو میگیره، 900 خوده 800 خوده نزدیک 900، اما شما انگ هوریگه یعنی فامیل باشی نزدیکانش باشید نصف میگیرید. درسته، متوجه؟ چون شما از نظر احساسی هم وابسته اید به این. مثلا فرض کنید اینجا یه دختری میگه من از مادرم میخوام پرستاری کنم، خب همون دختر پول میگیره اما نصف میگیره. متوجه؟ چون که میگه که چون هم از نظر عاطفی خودت رو عشق و علاقت انجام میدی، نصفش به خاطر این کاری که چیز انجام میدی. خب این از این که به عنوانی که بالاخره کاره خانداری هم کار حساب میشه. بله این که من اونجا که رفتم گفتم من این پول، اون موقع از دولت پول میگرفتم، بعدش گفتم من اگر این پولو بگیرم باید بدو، پول کمی نیست که 400 یورو پول کمی نه. گفتم من اینو اگر بگیرم باید بگم به دولت، دولت از اون پولی که به من میده کم کنه و من نمیخوام که خب دروغی یه چیزی بگه، بعد بگن از کجاست، من باید بگم اینجا فلانم بهمان، من اینجا به عنوان مهمان اومدم، موقت اومدم، نیومدم دائم، پس این سیستم زندگی خودم رو به هم نمیزنم، این پول رو من دست نمیزنم بهش، ولی من چون فعالیت های مختلف اجتماعی و چیز دارم یه حساب باز کنیم، من این کارهایی که برای من و اومول منفعه دارم، این هر پولی که بخوایم اینجوری بذاریم مثل دونیت یا مثلا مثل اهدا بذاریم اونجا، برای همین این پول به من نرسید. نرسید؟ خب نه، من دست استفادهش دستم رسید به من. آره. ولی من روی اون حرفی که زدم گفتم من به حساب خودم واریز نمیکنم، ازش استفاده شخصی نمیکنم. آها، در راههای دیگه استفاده. آره. بعد گفتم اوه اینو یه حساب باز کنیم برای منافع عمومی، مثلا فرض کنیم میخوایم یک کار دوچرخه ای انجام بدیم، یا مثلا فرض کن برای شیلان، یا برای کما اینکه بعدش وارد میشی که میترا، این خانم میترایی که چیز بود نزدیک 700 یورو از این پول رو در واقع با یک برنامه چیز از گرفت دیگه، یعنی مثلا اومد و یه برنامه، گفتم خب همه خانم این خانم من این شماره حسابو بهش دادم. خب بعد گفتم اگر حالا برای تبعه، چون یه زحمتی اینقدر ناله، اون موقع هم سریع مثل الان نبودم که بگم خب تو چی کار میکنی در مقابلش، بعد احساس انقدر ناله کرد و مسئله و فلان اینجور چیزا دیگه، به هر حال ما چیز کردم، یعنی من حالا دیگه به هر حال انجام دادم، انجام نوشتیم که بعدم بهش میپردازیم چیکار کرد. بعدم داستان اصلا میترا خودش یه داستان دیگه است. همین خانومه، این مرتیکه، این مرتیکه، خب این ببینه شیرشا، این هم یک داستان دیگه داره، این اصلا یک پدری از من در میاره اون زمان، تا من بیام
به اینجا برسن، همین جریان گیو اند تیک. خب تازه اومده بودن، هر کسی هر چی میگفت باور میکردم. مثلا این اومد و من هر چی تمام پولای حسابمو من به این دادم، به خاطر اینکه اومد یه ناله هایی که یه چیزی داستانش ولش کنیم از که گرفته میشه. فقط همین که بگم که کی بوده، تا همین الان هم این پولا رو ندید. خب بگذاریم، حالا این هر کدومش بمونه. اینم که اصلا نزدیک 4000 یورو با برنامه های مختلفی که اینجوری کاسیرن کرد به قول معروف دیگه، یعنی که آخر سر یه بار ینس داد زده رو سرش، گفتش که تو واقعا از حالتهای مانی زیبا استفاده میکنی، از مثلا فلان و اینا. ولی خب همه اینها باعث میشد که من خیلی خیلی دیدم، یعنی واقعا برای هر ذره‌ای که بخوام قدم آگاهی که پیدا کنم هزینه دادم. خب حالا این همون خانم سیمینه، حالا بگذاریم من میام اونجا در مورد سیمین، اون خانم بهایی که انگشتر آره. میگیره و چی میشه. این خانم همون، این خانم بهاییه که واقعا از من خیلی دفاع میکرد. البته ایشون فوت کرده، ایشون هم فوت کرد دیگه، او هم فوت کرد، این هم فوت کرده. خب این که مادر او بود. خب بعدش این، ولی این من که رفتم خونه اووه، خب یکی از کارهایی که کردم همین پرستاری مادرش بود که باید اون پول به من تعلق گرفت. گفتم دست نمیزنم اونجوری استفاده میکنم، اون بمونه. که اون پول به چه مصارفی رسید داستان جدا داره. که فردایی اگر یه دفعه اومد مثلا فرض کن ما، چون دولت فلان کسایی که بگن نمیخواستم دروغ تو زندگیم بیاد، بعد باید میگفتم من این پول از کجا اومده به چه مصرف رسیده. خب. ولی توی این باغش رو میبینی اینقدر حیات قشنگی داره. یک کلیپ هایی دارم میذارم اونجا، حیات خیلی قشنگی داره. من کلیپی دارم از اووه که بعد حالا برای داستان جلسه بعدی استوری میکنم همه اینا رو که علاقه منده اگه خواسته. ولی حالا سیمین رو که گفتی، سیمین کسی بود که من در حین این که خونه اووه رو تمیز میکردم، خونه اووه رو تمیز میکردم، بعد یه دفعه پیدا چیزه یه انگشتر پیدا کرده. آره. داشتم یه انگشتر تو کشو پیدا کردم. این چیز هستش. قشنگ بود. بعد یه انگشتر پیدا کردم، انگشتر دیدم اینقدر انگشتر قشنگ، طلا، جواهر نشون، چرک. چرک گرفته توش سیاه. ببین؟ فکر کنی یه همچین انگشتری، بعد اینجاهاش سیاه سیاه، بعد از این که بزرگتر بود طلا بود خوشگل، بعد یه نگین، بعد من افتاده توی جایی رفتم گفتم او به این چیه؟ گفت مال مادر ولش کن. گفتم او به این خیلی گرون قیمته. رفتم اول یه کار کردم، باشم با مسواک اینو شستم تمیز کردم، بعد اومدم گفتم که او به بیا اینو، خب این برای چی مونده؟ یه سرمایه راکده دیگه. گفتم که، گفت مال مادر ماما موتا که مادر که نمرده که، هر وقت مرد ما به هبس. گفتم خب بابا اصلا نمیره حتما که، با خوبی که الان نه اصلا رنگ لباسش هم متوجه نمیشه مال چه داشو، این یه زندگی چیزی رو داره، الان اصلا به گردنش چیزی آویزون نمی کنیم، به هر هیچی، یعنی باید انقدر راحت مثل یه بیبی شده بود دیگه. بله تو درسته. بعد گفتم که خب این الان تو نمیتونی باش حرف بزنی حتی ازش بپرسی، حسی نداره به این انگشتر دیگه. آره نه حسی داشتن، اصلا تو میتونستی مثلا صحبت کنی بگی مادر این انگشتر مال توه، میتونی بدی؟ آره در حد این که مثلا غذا میخوری، آره نمیخوری، این خوبه، این نسه فلان، در این حد ابتدایی. بالاخره من برگشتم گفتش که نه زیبا فلان اینا، گفتم من یه ایده دارم. اگه میگفتم بفروشم و فلان، گفتم بیا این انگشتر رو بدیم به این خانومه، بدم به این خانوم بدیم. خب این خانوم یه خانومه، آره به سیمی، چون سیمین رو خیلی دوست داشت، خیلی دوست داشت، میگفت این زن چقدر خدمت میکنه، سقدر فلان، یکی از بهایی های خیلی خوبه بود، بعدش تو همه جمع بود، این چون خیلی اینو دوست داشت و اوبم او اینم او رو دوست داشت. بعد من گفتم که خب بده به این، وقتی فهمید اسم این سیمینه
سی من این انگشت رو برای سیمین میخوام، گفت باشه. خب گفتش ما اینو بسته‌بندی کردیم، همین کاری که من کردم که انگشت رو دادم باعث شد سیمین از از هامبورگ بلند شه بیاد. گفت من قبل از اینکه مادر بمیره خب من باید ببینمش. میاد اون موقع این دوتا این دوتا آدم های معروف الحال هم این دوتا هم اومدن، اشکال نه. البته خب این خانوم بعد از اینکه 10 سال که من با او ارتباط نداشتم، با او ارتباطشو داشت، همیشه میگفت اوه جان اوه جان. خب همین که به هر حال اوه در به خاطر حسادت به درایت نمیتونست دراید رو تعمل کنه. حالا میخونید دیگه، خیلی داستانهای عجیب غریبی تو این داستان هست. بعدن اوه با من قطع ارتباط میکنه، تو اون فاصله میترا باهاش ارتباطش ادامه میده. خب مرتب نیما باز همین میگم، تو عمرت اگه میترا یه کار خوبی کردی این بود که تو این فاصله که من با اوه قرار بودم، تو حداقل اومدی. هرچند که 10 تا دعوتنامه بعدن دیدم ازش چیز کرده، وگرنه همش دنبال یه منافع شخصی خودش بود، دعوتنامه میکرد می آورد و بعدن حالا این دعوتنامه ها رو چیکار میکرد، داستانش حالا مفصل بلش کنیم. به هر حال این خانوم سیمین انگشتر رو میگیره و من بهش هدیه میدم و از او به تشکر میکنه. اونم به من یه بسته گوشچرخ کرده میده. مونه میدونم چی داشتی گلش که جمعی رو چی نداری گلدم که نمیدونم چی ندارم یخچال چی داری گلدش که چی درست رو کردم باشی گوشچرخ یه گوشتر یاده میگیرم. ولی خب هم دوتاشون برقرار کردن. هیچی دیگه، بالاخره این عامل باعث میشه که حداقل مادر حس خوبی رو پیدا کنه. من با انگشتری که آشغال افتاده بود یا اون دندوناش، دندونای طلا پیدا کرده بودم، چرا خجل او به دندوناش مصنوعی بود، گفتم ولش کن چیه، خب حالا خجالت میکشه، همه ما مثلا ممکنه دندونامون بیفته چی باشه. خب یه زم قدیما طلا میذاشتن دیگه توی بله. آره بعد این طلا رو گرفتم و گفت ولش کن بنداز دور. گفتم طلای چی بنداز بده به من. طلا رو گرفتم بردم با همون دندوناش، نمیتونستم بعدش چی، رفتم طلا فروشی. بعد گفت نگاه کرد، گفتیش نگاه کرد اینا، گفت اون بلد بود دیگه جدا کنه. منم زیادم نشد و شاید 12-13 و ایرو شد. گفتم او به من پول اینو بگیرم به تو نمیدم. خیلی حرکت جالبی بوده. آره گفتم من نمیگیرم، تو خجالت میکشی، خب من میگیرم، من میگیرم. هیچه خیلی کارای جالبه. ببین اینقدر ما توی این، حالا عکسشو پیدا بکنم، اینقدر باغشو درست کردم، بعد بچه پار پیدا کردم، کشتیشم هم ببینم، چه عکس کشتیش نیست. من آخه چیزه این که حالا اینجا این قسمت بالای کشتیشه خب، ولی من این فیلمشو اگه بشه امروز میذارم توی چیز و کشتیش حالا که بود دیگه چیز، حالا خیلی خود ازش که چیز داشتیم چی میگه، هم کشتیش بود با کشتیش، من شاید کشتی که نه میشه گفت قایق دیگه، قایقش ولی بزرگ انقدر بود که تو 5 تا اتاق داشت، اتاق کوچیک 5 نفر میتونستیم، هم 50 نفر آدم من بردم باش، آدم بردم. گفتم او بخواد چی کار کنی، خب او به قوقل قوقو تنها از این جزیره بلند میشه، از اینجا میره تا اون جزیره، آدم ببر با آدم و ماشیناشو بذار که از کشتی استفاده کنن، همش بشینیم به من بگی I love you، نمیدونم ایشلی بدیش با آلمانی میشه. گویا چی کار کنم آقا، از صبح تا شب بشینیم با هم دیگه بگیم ایشلی بدیش، بکن بذار کار بکنیم به یه سری روابط جدید، یه سری کنوی. برحال اینا باعث شد که خب تا کجا رسیدی تو؟ الان
سر مسائل قایق دارین تصمیم میگیرین. آره قایقش رو من تمیز کردم، وقتی قایقش رو تمیز کردم، آها اینجا رو اینا شیلان این قایق این میترو نه از چرا اینجا عکس قایق نیستش؟ خب بذار من ببینم. رب نداره، دیدم دیدم نیستش، اشکال نداره، توی چیز گذاشتم تو که آها ببینید اینه هاش سری. تو اینو از کجا آوردی؟ آه تو کتابه. بله این تو کتابه. آره من میگم یه جا کتاب صفحه 8. آره صفحه 8. بله البته من کتاب من اینو دارم پی‌دی‌افشه. پی‌دی‌افشه میگم اینجا نیستش، اون موقعی نداشتم. خب همونو نشون بده. آره خیلی خوبه، اینو نشون بده. آره این قایق 16 متر بود. خب این 16 متر بود، 16 متر مربع. بعد اون جلوش حالا توی اون فیلمی که هست از توش و همه جاش فیلم گرفتیم، زیا گرفته بود، زیارم برده بودم یه بار، یه پسر افغانی رو برده بودم. بعدش یه داستانای من تو اون 4 ماه ولی قایق قشنگی بوده، 17 متر طولش بوده. آره 16 متر. آره بعد دیگه اون موقع 30,000 مارک بود، خریده بود تقریبا 30-40 سال پیش. الان چند سال او به فوت کرده؟ 2016 فوت کرده. بعدش 16 سال پیش و اینا. آره دیگه به هر حال داستان مال آره میشه 34-35 سال پیش. اینجایی هم که الان هست توی قسمت کشتی، قسمت همون جایی بود که کشتی های بود که کشتی می چیز می شدنده. حالا اون فیلمو که گذاشتم می بینید. به هر حال من کشتیشو انقدر تمیز می کنم، اتاقاشو درست می کنم. بعد او همیشه به خنده می گفتش که انقدر آشغال پاشغالاشو برداشت. بعد تو یه کلمه رو ریسایکلین، ریسایکلین یعنی بازیافت. مثل اینجا تو آلمان یه جاهایی هست که شما میتونید تمام این چیزای اضافی رو میبرید، مثلا آهن میره تو آهن ها. تو ایران هم شاید باشه، حیاتی میره پاپیر، پیپر میره تو پیپر، نمیدونم لباس میره تو قسمت لباس، چوب و نمیدونم فلان میره، وسایل برقی تو ایران هم هست. خب اینا رو من نزدیک 14 تا کیسه بزرگ فقط لباس بردم صلیب سرخ. یعنی اوه میگفتش این مال باباش 30 سال پیش مرده بود. یه عموی داشت میگفتش که من اونجا رو باز نکردم از موقعی که بابا فوت کرد. ببین من خونش زیر رو کردم. یعنی همیشه میگفتش که من عوض شد زندگی من اصلا با تو. من آره چیز نوشتید بعد از اینکه همه چیز رو تمیز آره. کردید چقدر خوب هر چیزی سر جاش، چقدر چیز اضافه دور ریخته آره. شده بوده. یکی از کارهایی هم که کردم که آلمانی های چیز اونجا خیلی عصبانی شده بودن از من این بود که به اوه گفتم اوه تو که اعتقاد به خدا نداری، زیاد اعتقاد نش. گفتم چرا بی خود همه چیزهای بانکیشو من برده گرفتم. باور میکنی که دولت کار چیز میکرد؟ توی گمرک کار میکرد، کار بالا، درآمد بالا، موقعیت بالا. من بهش یاد میدادم حواله کن، حواله رو من بهش یاد دادم، این که این تو بانکی اونقدر مف چیز شده بودن. بعد میرفت اونجا به کارمنده میگفت برای من حواله کن. گفتم هر حواله ای که بکنی 2.5 یورو میگیره. چرا بیا بیا. بعد واسه گفتم بیا اینجا. بعد گفتم اوه نگاه کن اتومات ها رو، نگاه کن دستگاه ها رو. بعد گفتش نه دیگه 2.5 یورو چیزی نیست. گفتم همین 2.5 یورو برای هر چیزی میشه دیگه. بذار بیاد یه سر تنبلی تو بذار کنار، این عدد رو بزن، این رو بزن، این حواله کردنه. بعد گفتم بایجی نمیخواد دیگه دور من انجام بدم 2.5 یورو رو بدم. ولی من نمیمدم 2.5 یورو رو ازش بگیرم، میگفتم خودت باید انجام بدی. یه بار انجام میداد، یه دفعه میگفتش که چه ساده. گفتم خب بکن دیگه، من خارجی باید بیام اینو بهت یاد بدم. و
بعد رفتم هم یه بار از کلیسا، بعد گفتم که برای چی آخه تو خدا رو قبول نداری، نه چی یک شنبه میری، برای چی پول مالیات دولت و مالیات کیرشه مالیات هر چی کسی اینجا که مذهب مثلا چیز داشته باشه ازش مالیات چیز میگیرن، سالیانه میگیرن برای کلیسا. کلیسا فکر کنه از کجا پول دارن؟ از هر آدمی سالانه مثلا 60 یورو نمیدونم 70 یورو 100 یورو بگیرن میان چقدر پول میشه هر نفری ماهی نهایی مثلا سالانه. بعد گفتم او ول کن، تو که نه کلیسا میری نه چیزی، به خود نه اعتقادی هم در مسیح کی بود چی کی بود، بیا بیرون دیگه 60 یورو. گفت راست میگی. گفتم بیا بریم من تو رو بیارم ات بیرون. خب رفتی. یه زنه بود گفتش که، یه زن آلمانی، من وایستم اونجا، گفتش برای چی اومدید از این میخواییم بیایید بیرون؟ گفتم برای اینکه این گفتم او به بهش بگو که من اکی میگفتم، گفت تو چرا میگی؟ بعد فهمید که من بهش یاد دادم. گفتم او به بگو که اعتقاد نداری ول کن دیگه، برای چی میدی؟ بگو اصلا توضیح نده، بگو من میخوام آسترتن کنم. بعد با استاد انقدر زنه نورو به من بد نگاه کرد، انقدر بد نگاه کرد. گفتم بد بدم نگاه کنی برو بابا کلیسا همینطور گرفتید پولای مردمو. گفتم بیا بیرون اینجوری هم 60 یورو به نفعت بشه. و اوه زیبا. گفتم همینطور اصلا تو نمیدونی پول چی از کجا میاد چجوری میاد. بعد تمام این چیزاشو مثلا یه بار مثلا نگاه کردم گفتم این چرا منفی شده. گرفت از دست من ولش کن. گفتم من تا من یا دوست دخترتم یا نیستم، برای من خرید مرید اینا نمی کنم، من می کنم توی زندگیت باشم، تو مسائلت باشم. این چرا مینوس شده؟ مینوس میدونی یعنی چی؟ یعنی چه منفی شده؟ این حساب باید به من بگی چرا منفی شده. بعد اون موقع منی که یه دختر تازه اومدم مثلا 4-5 سال 2004 بوده 5-6 سال بود اونجا اومده بودم، گفتم من خارجی الان پول من از حساب من بهتر از حساب توه. بعد یه دفعه گفتش که، گفتم چه من تا حالا مینوس نمیذارم منفی بشم، چرا منفی میشی؟ چرا دولت اینجوری چیز گذاشته شما میتونید با هر کس که درآمد داشته باشی، این خیلی مهمه اینا رو بدونن بچه هم خیلی خوبه. و اینجوری بانک ها شما الان بخواییم بری یه وام به پولی که بذاری توی بانک 5% انقدر شاید برای شما و 5 یورو در ما در سال بهت پول بدم. من که اصلا هیچ وقت نمیدیدم که چقدر به من اصلا انقدر بهرش کمه. حالا شما میخوای یه دونه وان بگیرید 13-14% 15 الان که بیشتر شده، نزولای وحشتناکه میگیرم. بعد شما که درآمد داشته باشی بهت میگن که خب شما میتونی مثلا بکشی از پول تا مثلا 3000 یورو 4000 یورو 5، اینجوری وسوسه میکنن، اینجوری هر کسی بکشه به هر کسی به نفع سیستم بانکیه، به نفع سیستم بانکی. بله یه دفعه دیدن 3000 می، گفتم من اجازه نمیدم به عنوان یه دوست دختر تو از الان یه سنت برای من خرج کن تا این که این پلوس بشه، یعنی مثبت بشه. گفت نه نه چیزی نیست فلان نیست. گفتم چیزی نیست، یا دوست دختر من نه، من دوست دختر تو نیستم، برو زندگی خودتو داشته باش، یا اگه میخوای من نمیخوام تو سرمایه داری رو اینجوری پر کنی. 3000 یورو مینوس شد فردا. گفتم اگه نباشه من پول دارم یه مقدار میارم اینو چیز کنی، من یه مقدار از حساب خودم میارم اینجا بذاریم. چقدر مونده؟ 5 دقیقه مونده. من همین رو تموم میکنم بعد میریم. که برگشت گفتش که نه نه نه، آخه خیلی براش سنگین بود که یه دختر خارجی، یک زنی که از خودش 25 سال کوچیک‌تره، یک کسی که اون من عاشق اون نبودم. بله. من بود. بعد من دارم بهش میگم من بیام حساب تو رو من مثبتش کنم. مثبت کنم. فرداش یه سهامی داشت، سهامش رو فروخت، اومد اونو مثبت کرد. چه تأثیری گذاشتین براش؟
سعدی یه قسمت از سهامو فروخت، گفت ببین زیبا مثبت کرد. گفتم دیگه تا موقعی که با من دوستی حق نداری مینوس بشی، مثبت بشی، مینوس یعنی منفی بشی، وگرنه من نمیم. اینجوری من توی زندگیش شاید من یه دونه هی میخواست یه چیزی بخری، گفتم برای چی میخوای لباس بخری؟ من لباس دارم دیگه. بیا اینجوری گلکاری کنیم، بیا بریم مثلا فرض کن برای روابط اجتماعی کار بکنیم، بیا نمیدونم. بعد حالا داستان شیلان و فلان و اینا شروع میشه که به قول بابام همیشه میگه که شیلان رفتی اونجا ملکه کردی، تمام امکانات این بابای منم میاد، حالا بعدا براتون عکساتون نشون میدم. بابای من میره با او آشنا میکنم، مامان بابام سوار همین کشتی میشن. همیشه میگفتش هیچ چیزی شیرین میشه، داستان شیرین میشه. مرسی خوب بود، تا مرسی از شما که اومدین و توضیحاتتون. شب بخیر بچه ها جون، شب بخیر. داستان خوانی ادامه دارد.